درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. آیا میدونید که شهر هرت کجاست؟ در شهر هرت به علت قحطی آدم‌های شایسته، حاکم شهر هرت مجبوره که هر ساله از شنگول و منگول‌های سابق اما در جایگاه دیگه استفاده کنه. مثلا در شهر هرت رئیس دستگاه قضا رئیس دستگاه اجرا میشه و سواد هم که بیخیال. کسی که از تاریخ میراث فرهنگی ما اطلاع نداره وزیر میراث فرهنگی میشه. کسی که مخالف برجامه مسئول احیای برجام میشه. کسی که به زبان خارجه آشنایی نداره وزیر خارجمون میشه. کسی که پزشک هسته‌ای شهردار میشه. وزیر راه پیشین رئیس انرژی هسته‌ای کنونی میشه. وزیر صنعت پیشین ما وزیر نیروی کنونی میشه. وزیر نفت پیشین وزیر راه کنونی میشه و وزیر دفاع پیشین وزیر کشور کنونی میشه. وزیری که یک تار مو در سر نداره اسمش زلفی گل میشه. مجری تلویزیون معاون وزیر ورزش میشه. قاری قرآن و برنامه ساز رادیو قرآن رئیس قطار ایران میشه و فارغ التحصیل علوم قرآنی رئیس خصوصی سازی کشور میشه. کسی که نه جانباز و نه بسیجی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران میشه. محکوم به زندان معاون شهردار تهران میشه و این در حالیه که نظامیان استاندار و فرماندار میشن. یک روحانی رئیس دانشکده دندانپزشکی میشه و این آش شل قلمکار مسئولین حکومتی شدن که قرار دنیا و آخرت ما رو آباد کنن. که اگر زنی در حال شیر دادن بچه موسیقی گوش بده بچهش زنازاده می. چند سالتون بود که متوجه شدید نرخ فاحشه در ایران از تایلند و حتی عراق هم ارزان تره؟ و ارزان تری فاحش این دیگه همسلولی خودم بوده. ارزان تری فاحش بعد از کوبا حتی ارزان تر از تایلند در تهران ما و مشهد ما رواج دارد. همسلولی دست فروش عراقی از عراق می آمد در اینجا همسلولی بود و ما جاسوسا بردن. من استغفار میکرد، توبه کرد و میگفت در همین تهران نزدیک بازار تهران با 30,000 تومان یعنی 8 دلار اون موقع دختر تهرانی بغل یک دست فروش عراقی میخوابید. میگفت اگه من در عراق بخوام استفاده کنیم 100 دلار رو باید بدیم که 8 دلار ارزونه میان اینجا. باید سر رو بزنید پایی زمان شاید خبرها نبود. نه درد که هم دارم بگم ولی وقتی رضا شاه رفت استانبول وقتی کمال آتاتورک برای او یک دختر آورد نپذیرفت. گفتن چرا؟ گفت او وقتی بیاد ایران من باید یک دختر ایرانی ناموسم در اختیار قرار بدم. این کار رو نمی‌کنه. ایشان سرهنگ پاسدار نصرت الله گراوند فرمانده انتظامی علی گودرزه که در حال خوش و بش با معشوقه خودشه و برای او بوس و ماچ میفرسته و تقاضا میکنه که روسری و حجاب خودش رو برداره که سرهنگ لذت ببره. البته که زندگی شخصی هر کسی به خودش مربوطه، اما کسانی که به تارموی دختران و وضعیت ظاهری پسران در خیابانها گیر میدن و از موقعیت شغلی خودشون سوء استفاده میکنن از این قاعده مستثنا هستن. حالا رفتاری که این افراد با پرسنل زیر مجموعه خود دارن و رأی هایی که در کمیسیون ها بر علیه نیروهای خود میدن به کنار. شما میفهمی؟ تو شور داری، تو فهم داری فقط، همه بیشورن. خوش ندید میلا. لباس پیغمبر تنش دروغ میگه. خوش ندید. سال 83 مگه منو به حسن فلاحی داری تو تعارض دختره تو کنی بکنی؟ پسر 14 ساله چی میفهمه تعارض چیه؟ از اطلاعات سپاه مگه نه اینقدر ما رو بردن این آقا رو؟ خجالت بکش بس دیگه، بذار برو دیگه. چی میخوای از این مسجد؟ خونه خدا رو کردی چی؟ بی شرف بیا نرو بیا. چند بار مؤدبانه میگم به یه نفر؟ مشکل مردم دقیقا حضور شخص شما توی این مسجد. اوقاف نامت رو داده خدافظ. برو دیگه حاج آقا، چرا نمیری؟ مؤدبانه به نامه دادن که برو نمیری. به من بگم به امام حسین به من بر میخوره میرم. شما 50 تا 60 تا سن داری بذار برو دیگه. آره بلندتر میگن تو به اینجا رسیدی. آقا
هیچ کاری نمیتونی بکنی آج آقا. حالا میخوام هیچ کاری نمیتونی بکنی. چی کنه؟ تهدید اون دیگه اون گذشت اون زمان. آره تهدید میکنه. تهدید میکنی آج آقا، ازت شکایت میکنم. آره تهدید بس فیلم تهدید میکنی، شکایت میکنم ازت. نه آقا تو مسجد نرین، آقا تو مسجد نجاست میشه نره. نه آقا تو نبرش تو مسجد، آدم کذاب رو نمیبرن تو مسجد. نه خدایه بسته دیگه، اصلا خستمون کرد. منو پرمندش به اطلاعات سپاه بازه، هر روز هر کاری میخوام بکنم، هر غلطی میخوام بکنم، باید برم سپاه نامه بگیرم. سال 83 من هنوز میخوام یه سند خونه بزنم به نامم، میرم اطلاعات سپاه نامه میگیرم. اینجا مسجد سالار شهیدان تهرانه. حاج آقای پیشنماز به زنهای مجرد و تنها پیشنهاد رابطه میداده، گندش در اومده و میخوام بندازنش بیرون که نمیره. ماشینم به نام خودم نیست، زندگی به نام خودم نیست. آره این بیچاره، آره خودش ما 10 میلیون حقوق میگیره، ما 20 میلیون حقوق میگیره. خادمو نداره. برین داخل، برین داخل، بفرمایید داخل، بفرمایید خانم، بفرمایید داخل، رفتن داخل، بفرمایید. و اما بخشی از مستند انقلاب جنسی در ایران. آخوندا یک جایی رو درست کردن برای زندگی زنهای خیابانی که کارشون رو اونجا انجام بدن. حاج آقا خودش میره داخل ولی به مستندساز اجازه رفتن نمیده. زنان خیابانی به حالت اقامتی داره، از جاییست که خلاصه نظام عقل به خرج داده و اینها رو یه پناه میده و یک ساماندهی داره انجام میده. یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا؟ زندگی میکنن، شبا هم میخوابن، خب روزا هم کارشون انجام میدن، شبا کارشون انجام میدن، روزا هم استراحت. عرض به خدمت شما، شما اونجا چیکار میکنید قربان؟ حالا به هر جهت منم الان آقای دلالی خیلی درست نیست الان اینجا با لباس روحانیت هستم. من اینجا این طرفتر نیام چون که اینجا شما اجازه ندارید. شما میخواید برید داخل؟ بله شما اجازه ندارید. فقط ما نامحرمیم. بله شما نامحرمیم. و اما ادب خامنه ای رو از روی ادب نمایندش در شورای عالی انقلاب فرهنگی بشناسید. یعنی تو نمیتونی حکومت رو بذاری دست شاه و صدام و آل سعود و آمریکا، نوکرای آمریکا و انگلیس و کی و کی و کی و بگی ما دینمون رو حفظ میکنیم. دین به سیاست کار نداره. خب سیاست به دین کار نداره، کار داره. تو میگی به رضا خان کار نداری، خب رضا خان بعد میاد به ناموست کار داره، میگه باید زنت و دخترت و اینا باید لخ بشن بیان بیرون، او کار داره به تو. تو میگی ما میخوایم روزه امام حسین بخونیم، با شما کار نداریم، خب او کار داره. بعد میاد میگه روزه امام حسین ممنوع. این رضا خان پوفیوز اولی که آمده بود گل میمالید به سرش، پا برهنه میامد سینه میزد برای امام حسین. وقتی که شاه شد و مسلط شد و کار تموم شد، روزه امام حسین انگلیسا دستور دادن کلا روزه امام حسین ممنوع. شب عاشورا کارناوال شادی رو انداخت تو مشهد، گفت برای که مردم با عزاداری افسرده میشن باید شاد باشیم، مردم برای که افسرده نشن. روزه ممنوع، حجاب ممنوع، کل آخوندارم خلال لباس، حوزه ها همه تعطیل. باز یه عده‌ای بودن تو همین مذهبی و اینا، گفتن ما به سیاست کار نداریم. خب سیاست به تو کار داره، چی کارت بود بکنه که بفهمی؟ او زمان امام حسین هم همی بود، خیلی ها میگفتن آقا ما رو وارد درگیری سیاسی با معاویه و حکومت اینا نکن، ولی دعا میکنیم، زیارت میکنیم، دوست داریم اینا همه کارا، شما شهید با شما عزاداری هم میکنیم ولی نمیارم خودمون. خب ده ها هزار، صد ها هزار شیعه بوده، برای چی باید 70 نفر بیان کربلا؟ صد ها هزار غیر شیعه ای که محب امام حسین دوستش داشتن، اینا برای چی نیان نمیان؟ چی میشه که این میشه؟ همین که عرض کردم امام حسین خودشون میفهمن، میفهمن شما یعنی اغلب اینجوری نگاه میکنین، هزینه فایده مادی میکنین، به تکلیف کار نداری، به حقوق و اضافه حقوقتون فقط کار داری. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.